ارتوپدی و تولید محصولات ارتوپدی برای درمان حادثه دیدگان مطرح میشه و شرکتی دانشبنیان در شیراز با اتکا به توان جوانهای بومی گامی بلند در تولید این محصولات برداشته. این شرکت در 4 گروه ایمپلنت های ارتوپدی، ستون فقرات، جمجمه و ابزار محصولاتی رو تولید میکنه که در هر کدوم از این 4 گروه بیش از 100 محصول به بازار عرضه میشه. نیل فمور هستش که برای انواع شکستگی های استخوان ران پا استفاده میشه. جراح با توجه به اون ابزار و ست کارگزاری که داره میتونه به راحتی در عرض 15 دقیقه تو کمترین زمان ممکن اون عمل رو به راحتی انجام بده. پلاک های دی سی پی جهت اصلاح شکستگی های استخوان های بدن استفاده میشه. در انواع سایز ها و طول های مختلف تولید شده در شرکت دانش سلامه. دنبال محصولاتی هستیم که توی ایران هم شاید دکترها نیازمندش باشن و سخت گیر بیاد. به همین خاطر میریم سراغ محصولای خاصی و برای دنبال تولید اونا هم هستیم. باید دانش فنی داشته باشید برای ساخت اینا. و این دانش فنی رو الان ما تو ایران به صورت کامل داریم. از لحاظ کیفیت من به شما میگم 100% مشابه محصول آلمانی هستش و میتونیم قشنگ رقابت بکنیم. این شرکت رو آقای شهرام بلندپرواز که یکی از جراحان ارتوپدی کشور هستند در سال 83 تأسیس و در سال 91 وقتی این مجموعه تونست هزینه های خودش رو تامین کنه و به سوداوری برسه وقف کرد. ابتدا به ساکن شرکت مسئله خیلی بزرگی نبود، ولی خب الان تونسته کار خیلی بزرگی رو انجام بده. از جمله کاری که کرده در واقع ساختن ایمپلنت های ارتوپدی، علل خصوص بحث در واقع نیلینگ که در واقع میان و یک وسیله هایی رو برای مغز استخوان استفاده میکنن که در این زمینه خب ما تعدادی که تو ایران ساخته میشد به نسبت نیازمون خیلی کم بود و ما مجبوریم از این مقدار قابل توجهی وارد کنیم. حالا این وقف نوین تونسته بستر مناسبی رو در ارائه خدمات به مردم فراهم کنه و موجب اشتغال برای جوانهای زیادی بشه. الان در حال حاضر 60 نفر نیرو داریم که انشالله با کمکی که سازمان اوقاف دارن میکنن در رابطه با گسترش تولیدتون بتونیم این تعداد رو به 150 تا 200 نفر برسونیم. میشه گفت واقعا بزرگترین ماهیت وقف علمیه. کلی جوانی داریم که از دانشگاه میخواد فارغ التحصیل شه، کلی ایده داره، کلی ذهنیت داره. بهترین فضاست که ما هم نیازهای من کمک میکنیم به این جوانایی که هستن، شرکت‌های نوپا ایده هاشون رو در واقع استفاده کنن، هم باعث توسعه کشور میشه. گسترش دایره وقف از حالت سنتی به نوین، به خصوص در زمینه تولید محصولات پزشکی، نوید بخش حرکتی بزرگ برای توسعه روش‌های نوین درمانی در کشور. محمد رضا فلاحی، باشگاه خبرنگاران جوان.